بعد از شروع واکسیناسیون عمومی در برابر کووید 19 در سراسر دنیا گزارش‌های متعددی از زنان مبنی بر اختلال در تاریخ، مدت و شدت خونریزی ماهیانه ثبت شده. اما در مطالعات مؤسسه اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازی مشخص شده این تغییرات بعد از یکی دو ماه برطرف می شوند. بیشتر این تغییرات برای کسانی ثبت شده که دوز اول و دوم واکسن را طی یک دوره قاعدگی، یعنی با فاصله حدود 4 هفته از هم دریافت کردند. اما چرا این اتفاق می افتد؟ این سوالی است که از دکتر نیما مشعوف، متخصص اپیدمی شناسی، پرسیدم. یعنی وقتی آدم واکسن میزنه سیستم ایمنیش رو فعال میکنه، مثل موقعی فعال میشه این سیستم ایمنی که یه اینفلمیشن جایی وجود داشته باشه. خب داخل جداره رحم هم همین مسئله صورت میگیره و این فعال شدن سیستم ایمنی داخل جداره رحم میتونه این نوسانات رو به وجود بیاره. برهم خوردن سیکل قاعدگی نه تنها تنظیمات هورمونی بدن را برهم می زند، بلکه نگرانی از تأثیرات بلند مدت در باروری را هم به زن تحمیل می کند. طبق تحقیقات مؤسسه ملی سلامت آمریکا، تزریق واکسن کووید 19 بر باروری زن تأثیری ندارد. اما زنانی که اغلب پریود منظمی دارند، بعد از تزریق واکسن کووید 19 ممکن است با اندکی به هم ریختگی پریود مواجه شوند. شاید خیلی از زنان تجربه این رو داشته باشن که بعد از یک بیماری سخت یا حتی یک شوک روحی دوره سیکل ماهیانشون به هم میریزه، مثل کاری که واکسن کووید 19 با بدن زن میکنه. اما تحقیقات گوناگونی در این زمینه نشون دادن که این تغییرات ناپایداره و قاعدگی بعد از مدت کوتاهی به حالت نرمال برمیگرده. بر اساس آمار مؤسسه سلامت ملی آمریکا، بین 14 تا 25 درصد از زنان پریود نامنظمی دارند. این دسته از زنان ممکن است بیشتر نگران عوارض واکسن کووید 19 در تغییر سیکل ماهیانه خود باشند. اگر 7 درصد قبلا نوسان در میزان خونریزی این زنان می‌دیدند، بعد از واکسن 14 درصد این میزان نوسان در میزان خونریزی رو مشاهده کردن، ولی این تغییر بعد از 2 ماه برگشته سر جاش. بنابراین حتی اگر تغییراتی صورت بگیره، این تغییرات کوتاه مدت هستن و جای نگرانی دراز مدت نداره. با اینکه ممکن است برای بسیاری از زنان دوره پریود خیلی با راحتی همراه نباشد، اما منظم بودنش از علائم سلامتی زن است. حالا تحقیقات انجام شده بر تأثیرات واکسن روی سیکل ماهیانه میتواند تصمیم گیری زنان را برای انجام واکسیناسیون آسان تر کند. مهسا مرتضوی، تورنتو.